په پیل کې که دغه راته ووایه چې ولې مو د درېمې دورې لپاره ځان نوماند کړی دی، اساسي علت څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام های خود خدمت تمام دوستایی که ما را در کابل میبینن، ما همچنان میمانان عزیزی که در همینجا حضور دارن خدمت شما. یکی از دلایلی که ما خود کاندید کردم به عدالتی هایی که در سراسر افغانستان است و تطبیق قوانین، این دو علت باعث شد که ما باز هم بیستم و خود کاندید کنم. ما کاندید با وجودی که ما کاندید دوره 15 هم بودم و کاندید دوره 16 هم و شعار ما همو زمان، شعار ما همو وقت و زمان تعهد بود، صداقت بود، عدالت و قانونیت بود و بر هم اساس کسی که تعهد داشته باشه و صداقت داشته باشه، او شخص میتونه که در قسمت تامین عدالت و در قسمت تطبیق قوانین سعی کنه، تلاش کنه. و ما شعار ندادیم، ما شعار خود به عمل اثبات رساندم. شاید تمام ملت افغانستان صدای ما را شنیده باشن، چون وظیفه پارلمان افغانستان یا ولسی جرگه سه وظیفه مشخص داره که او عبارت است قانونگذاری است، نظارت از اعمال حکومت است و همچنان بررسی یا حل کردن مشکلات مردم است که ما در این سه وظیفه خود الحمدلله و شاید اون مردم افغانستان خودشان باید بگن که در این قسمت ما تلاش کردیم و همیشه صدای خود بلند کردیم. و در دوره 15 هم ما همچنان معاون مدت 5 سال ما معاون کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست بودم و در دوره 16 هم تا فلحال هم که امروز دوباره کاندید استم. بله، وکلی سبی اوسنی برنامه مصده چی دازل زن انتخاب هایی؟ برنامه امروز ما چون تطبیق تامین عدالت و تطبیق قوانین، ای یک مبارزه جدی میخواید، ای یک مبارزه طولانی میخواید و تا در این راستا ما هنوز موفق نشدیم و دوستای ما هم تاکیدشان همی وقتی که ما صحبت کردیم خلق تو سمر دار دور کوالی سی چی تاسی بدا زلپ پر صداقت باندې خدمت کوي او د خلکو ستونزې بلوي. صداقت مسئله اعتماد و باور است. ما الحمدلله و المنه ما توانستیم که در مدت دوره 15 و 16 ما اساسی کار مو اعتماد مردم خود ما به دست بیارم. د خلکو د کندر د خلکو لپاره ما اساسی کار سو. مشکلات ما بیشترین پروژه هایی که وقت در ساعت که رفتیم نیاز مثلا کومه پروژه، یکی از پروژه های اساسی که ما اون رو در سال 95 شامل بودجه ساختیم و امروز هم شاید در قراردادها به کندهار کی معلوم دار کار کومه چې تاسو تر سره کړی د خلکو لپاره په کندهار کې معلوم دار. اگر به اساس اسناد و شواهد باشه، ما بیشترین در چندین ولسوالی ها ما کارهای عملی را انجام دادیم. پروژه های بنیادی و اساسی بودن که اونا پلان امی طرحش از طرف مردم بودن و ایره ما در خودم به بودیجه شامل ساختم. البته ای کار شخصی برای خود نکردم. بله، و او د دریم ځل دی چې تاسو ځان نومند کړی دی، کمپاین مون پایل کړی دی، په کمپاین کې مو څومره پیسې مصرف کړی دی؟ ما خواهش میکنم که از تلویزیون طلوع که اولا تشکر که این برنامه را برای انداختن، ای کاش که یک روزم با کمپاین های ما سر بزنن که کار ما را ببینن. کار ما کاملا مردمی است، چون نظر به مشوره مردم خود کاندید کردیم و فعلا حالا اگر ببینین ما اصلا چون امو پول پوسترهایم بوده سونی پیسه ام پر پوسترون رو بندی مصرف کردیم. برای پوسترهای خود فکر میکنم که ما 60,000 افغانی مصرف کردیم. سونی سرمایه لاری؟ سرمایه دیگه ما چون سرمایه اقدر شخصی، چون ما تجارت نکردم، از مثلا سمره سرمایه وکالت خود ما استفاده نکردم. سرمایه ما اونمو است که کمیسیون انتخابات وقتی به ما یک ورقی خود دادن که شما باید دمینجا سرمایه تان درج کنین، ما مطابق قانون انتخابات ما امون سرمایه خود که ما چقدر سرمایه ما اینمی ماهاش ما هستن که بله دو وکیلا د وزیرانو په استیزه که چتا سوالت انتخاب سوی واس چه دول دور ماده کرده دی؟ ما ملت افغانستان میفهمن که ما مطابق قانون اساسی، مطابق ماده 91 و 92 قانون اساسی، ما یعنی در قسمت استیزای او وزیر صاحبایی که قانون تطبیق نکردن و شعار دادن و او را به عمل پیاده نکردن، ما در او بسیار رول داشتیم. بلی. چون ما در کمیسیون ها حضور داشتیم و در کمیسیون ها سمره گردان لاری سو گردان لاری تاسی. ما اگر در کابل کسی ببینن، هیچ کس شاید شاهدی نتن که شکیبا هاشمی کدام گارد داشته باشن. فلحال در قندهار یک گارد دارم. بله، او د کچيري پارلمان ته د ځل کاندید نسوي ولاړې
نه بدیل لار بسی کم کار بکوی؟ شکیبا هاشمی خانم سیاسی است. من از سنف هشت مکتب بودم که من این مبارزه را به خاطر بی عدالتی ها آغاز کردیم و من اگر دی پروسه ما موفقم شوم ما هیچ وقت متاثر نمیشم، چرا که مردم در کنار ما هست و ما برنامه اساسی ادب و دغرت و خلق ته څه پیغام لري پروسی کی؟ ما هدف معنی است که دوستان عزیز به او کسی رای بدین که بالایش اعتماد دارین، خلق پر تاسو باور لري. ما فکر میکنم که بله، مردم با ما اعتماد دارن، باور دارن، چون میالم که من به فارسی صحبت میکنم. اگر به دفتر ما بیاین، بیشترین موکلین ما از ولسوالی های مختلف قندهار است، از ولسوالی تختپل است، از دامان و پنجره. دیر منن اقلشی که باشم میره. بله،